جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما شدن. آقای جاودانفر، شنیدین صحبت‌های آقای آستین رو، گفته کمک‌های نظامی محدود میشه به بهبود وضعیت انسانی تو غزه. فکر می‌کنین که با وجود اینکه می‌دونیم تا 30 ژانویه دونالد ترامپ میاد و زمام امور رو به دست می‌گیره، اسرائیل چقدر اصلا این تهدید رو جدی بگیره، اصلا براش اهمیت قائل بشه؟ احتمالش وجود داره، چون آقای ترامپ هم میخواد این جنگ تموم بشه. چیزی هست که الان ما در مطبوعات داریم میشنویم که آقای ترامپ میخواد که اسرائیل هر چه زودتر جنگ رو در مرزهای خودش از تموم بکنه، و با وجود این که الان آقای بایدن در حال خروج است از دولت آمریکا، این مسئله برای اسرائیل مهم هستش، چون مسئله امداد رسانی به مردم غزه از یه طرف بر اساس گزارش‌های آمریکایی در ماه سپتامبر به کمترین رسیده، و در این حال در مقایسه با ماه‌های اخیر البته، و در این حال دولت اسرائیل می که این دلیل، بزرگترین دلیل کاهش این است که هر دفعه ما امداد رسانی رو وارد کردیم به غزه، نیروهای حماس اون رو دزدیدن و بعد بردن در بازارهای غزه، و چیزی که به مجانی اونها دزدیده بودن اومدن به چندین و چند برابر فروختن به مردم غزه، و از یه طرف نه کمکی شد به مردم غزه، ولی از طرف دیگه حماس تونست که خزانه خودش رو بیشتر بکنه از پول مردم غزه و از پول دزدی. پس این واقعا یک نگرانی وجود داره. از یه طرف اسرائیل نگرانی‌های موجهی داره در مورد اینکه حماس داره از امدادهای رسانی استفاده میکنه، امدادهای انسانی داره استفاده میکنه برای درآمد، ولی از یک طرف دیگه با وجود تمام این خطرها برای اسرائیل بسیار مهم است که ادامه بده با وجود این خطر، چون اگر نه این باعث خواهد شد که اسرائیل در اروپا و جاهای دیگه منزوی بشه، حتی در دولت آقای ترامپ. آقای جاودانفر، اشاره کردین که خود ترامپ هم میخواد این جنگ پایان پیدا بکنه، اما فکر میکنین که واقعا تا روی کار اومدن دونالد ترامپ این تأثیر رو عملکرد نتانیاهو بذاره؟ تو ماهای اخیر که شاهد بودیم که واقعا نتانیاهو خیلی حرف شنوی از دولت آمریکا نداشته. آقای نتانیاهو و آقای بایدن حرف آقای بایدن رو گوش نمیدن، این کاملا واضح هست. بعضی وقتا اتفاقا به نفع اسرائیل بود که آقای بایدن حرف، که آقای نتانیاهو به حرف آقای بایدن گوش نمی‌کرد، ولی بعضی وقتا هم به ضرر اسرائیل بود. در حال حاضر برای آقای نتانیاهو یکی از مهمترین مسائل این است که از این 60 روزی که مونده تا آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه استفاده نهایی بکنه برای تضعیف نیروهای حزب الله و تضعیف نیروهای حماس، و اگر جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، حمله دندان شکنتری رو نسبت به حملات اخیر نشون بده، و این واقعا یک فرصت طلایی است برای آقای نتانیاهو فعلا. ولی در این حال آقای نتانیاهو با مشکلات زیادی الان مواجه است. در اسرائیل الان شباک داره بازرسی میکنه یک مسئله ای رو، یک گزارشی رو که بر اساس اون اطلاعات جمع، یک نفر در دولت در دفتر آقای نتانیاهو اطلاعات جمع کرده بوده، بعد اطلاعات در مورد یک افسر اسرائیل که برای اون استفاده بکنه از این اطلاعات علیه اون به خاطر دلایل سیاسی. پس آقای نتانیاهو در داخل اسرائیل هم مسائل چالش های بزرگی رو داره، ولی الان تا وقتی که آقای ترامپ وارد بشه، آقای نتانیاهو تا اونجایی که مسائل داخلی اسرائیل بهش اجازه خواهند داد از اون استفاده خواهد کرد برای تضعیف دشمنان اسرائیل، ولی وقتی آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه دیگه تموم شد. به قول انگلیسی ها گیم اوور. آقای نتانیاهو واسه با آقای ترامپ گوش بده، چون آقای نتانیاهو نسبت به آقای بایدن از آقای ترامپ میترسه. آقای جاودانفر، از در بیش از یک سال و نیم گذشته ما خیلی شنیدیم سناریوهای مختلفی رو درباره حمله 7 اکتبر. الان هم موضوعی که مطرح شده درباره خلأ امنیتی این بوده که یک نفر از مقام‌های نزدیک به ترامپ اطلاع داده که این توافق صلح عربستان اسرائیل چند روز پیش از حملات 7 اکتبر لو رفته از طرف یکی از افراد دولت بایدن. فکر می‌کنید که چقدر این تاثیرگذار بوده روی حمله 7 اکتبر؟ به احتمال زیاد تاثیر. خود حماسی ها هم میگن، خود آقای رئیسی هم قبل از اینکه کشته بشه در اون حادثه بالگرد خودش هم گفت ما جلوی این مسئله رو گرفتیم. این مسئله سری نبود، این مسئله بود که خود تمام دنیا میدیدن که تعداد وزرای اسرائیلی که مستقیما داشتن میرفتن عربستان سعودی به یک واقعا بی‌نظیر شده بود،
و ما نزدیک این مسئله، واقعا نزدیک این واقع این تحول بسیار مثبتی بودیم، ولی حماس تصمیم گرفت که جان و مال و خونه خانه و تمام آینده مردم خودش رو به باد بده برای اینکه جلوگیری این طرح صلح بشه، چون فکر میکنه که اگر جلوی این صلح با عربستان رو بگیره وضع مردم فلسطین بهتر خواهد شد. ولی میبینیم که برعکس، رهبران حماس خودشون رفتن در تونل ها قایم شدن و خانواده‌هاشون رو بردن در تونل ها قبل از حملشون به اسرائیل تا جون خودشون سالم باشه، جون خانواده‌شون سالم باشه. حالا مردم فلسطین کشته شدن برای اینها مهم نیست و این واقعا نشون میده که چقدر نیروی حماس یک نیروی مخرب است، نه فقط برای ما، برای من شخصا بهتون میگم حماس برای من مثل نازی‌های آلمانی است، ولی برای خود مردم فلسطین هم یک نیروی بسیار مخربی بوده برای آینده فلسطین. و احتمالش هم وجود داره که واقعا سناریوی تشکیل فلسطین از بین خواهد رفت در آینده، به یک از دلایل اصلیش هم همون هفته حمله 7 اکتبر حماس. مهیر جاودانفر، ممنون از حضورتون در این گفتگو.